مستندی از مغاره های باستانی اولیاتو. اولیاتو منطقه زیبا و سرسبز و پر آب و علف در شمال شرق ولسوالی جاغوری واقع شده که از شرق به باریک، از غرب به سیدآمد و کمرک، از شمال به شغله و از جنوب به سرصادیق می رسد. در شمال اولیاتو تپه چوغزاری است که نزدیک به 40 غار باستانی در آن وجود دارند که این غارها از دامنه این تپه تا فراز و بالاترین نقطه این تپه کندنکاری شدند. به شکل خانه های نیشمن، خانقاه و معبد ساخته شدن و به غارشاه معروف است. مغاره هایی که احتمالاً معبد بودند به صورت تونل مانند کندنکاری شده و فراخ وسیع و دارای سقف بلندند. داخل بعضی از این مغاره های تونل مانند صفه های چند طبقه‌ای کنده شدند که از پایین به بالا محل نشستنی رده های مختلف مردم بودند. در کف آن مردم عادی، در صفه های دوم و سوم به ترتیب اشراف زادگان، پیشوایان و بزرگان دینی می نشستند. در آخر این مغاره های معبد مانند جایگاه برای بزرگان مذهبی در نظر گرفته شده است که محراب مانندند و به صورت لایه های نور هلال مانند کندنکاری شدند. خانه‌های مردمی بیشتر به صورت چند طبقه‌ای ساخته شدند که هر طبقه دارای چندین اتاقند و به شکل اتاق‌های خواب، اتاق پذیرایی، گلخان، آتشخانه و دهلیزند. دیوارهای این اتاق‌ها به صورت ساده کندنکاری شده و در بعضی از این اتاق‌ها شکل‌های ساده تزئینی کندنکاری شدند. این غارها در دل این چوغزار از دامنه این تپه تا نقطه بالای آن کندکاری شده و در بعضی قسمت ها به صورت دو طبقه‌ای ساخته شدند. مخصوصا در فراز این تپه اکثر این مغاره ها در دو طبقه اند. قسمتی از فراز این تپه مغاره دو طبقه‌ای است که قسمت‌های زیاد آن ویران شده است که بخش‌های از طبقه اول و دوم باقی مانده‌اند. نظر به قسمت باقی مانده مغاره طبقه اول مشخص است که محل سکونت اشرافزادگان و بزرگان بودند. طول این غار حدوداً 20 متر است و به صورت گنبدی و بسیار تمیز و با حوصله‌مندی کندکاری شده است. در دو طرف داخل این غار نشیمنگاه های به صورت گنبدی در یک اندازه کنده شدند و قسمت های سر آنها هلال شکل تزئین شدند. قسمت دیگری آن با فرو ریختن سقف و دیوار آن از بین رفتند.
جای بسیار قشنگ است و کندنکاری تزئینی بسیار قشنگی در قسمت آخری این مقاره نشیمنگاه بزرگتری کنده شده و در قسمت سر ورودی آن برای تزئین به صورت هلال شکل کنده کاری شده و در دو طرف ورودی آن دو سوراخ دیده می شوند که احتمالاً محل نصب مشعل بوده و جای نشستن یکی از بزرگان بوده است. بله. در اکثر این مغاره ها در قسمت های از سقف و دیوار آنها سوراخ های به چشم می خورند که احتمالاً در آن زمان برای نصب مشعل آویزان کردن چیزی و برای بستن حیوانات این سوراخ ها ایجاد شدند. در اکثر نقاط این مغاره ها جدا از سوراخ های کوچک کندنکاری های دیگری نیز دیده می شوند که احتمالاً برای نگه داشتن ظرف و یا چراغ سنگی ایجاد شده است. در سقف و دیوارهای مغاره های دامنه تپه آثار دودزدگی بسیار ضخیم به چشم می خورند که نشان از یک زندگی دراز مدت در این مغاره هاست. قسمت دیگری از فراز این تپه در دل این چاقه ها مغاره های دو طبقه و سی طبقه کندن کاری شده که 12 اتاق دارند. طول و عرض این اتاق ها نظر به دیگر غاره ها بسیار کوچکترند و احتمالاً محل بدوباش افراد عادی و کارگران بودند. طبقه اول آن یک اتاق بزرگ پذیرایی، دهلیز و 4 اتاق خواب دارد و در طبقه دوم نیز 4 اتاق است که این اتاق ها از درون به همدیگر راه دارند. ورودی بعضی از این غارها از طبقه دوم به اول از سقف آن کنده شدند.
نقاشه های دیواری بیشتر به صورت فرو رفتگی کندکاری شدن و سر دروازه های این اتاق ها هلال شکلن. نظر به گفته های مردم محل، در گذشته ها از این مغاره ها ابزار و وسایل زیادی یافت شده و از یکی از این مغاره های معبد مانند عروسک شبیه یک مجسمه از جنس چوبی سخت پیدا شده است. غار خانه مانند دیگری پایین تر از فراز این تپه وجود دارد که گویا محل نگهداری حیوانات بوده باشد. آخر محل بستن اسب و حیوانات دیگر و محل میخ زنجیر و بستن حیوانات دیده می شود. احتمالاً طبق که پیرس دیدم جایی آخر بوده، صفحه نبوده. جایی مغاروات دیگر می دیده، جایی شاید بستن کنشیده بوده، اینجا دیدم شد و آثاری که احتمالاً آخر بوده می کنید. در اخیر یکی از این مغاره های 15 متری معبد مانند چاهی عمیق دیده می شود که با گل و خاک تقریبا پر شده است و همچنان در سمت چپ ورودی این غار چاه دیگری نیز وجود دارد که احتمالاً برای به دست آوردن آب و یا این چاه ها راه زیرزمینی بوده باشد که در صورت اضطرار از پایین تپه بیرون می آمده است که دهنه غار مانند دیگری در پایین تپه نیز دیده می شود. در اطراف این تپه مغاره های کوچک و بزرگ دیگری نیز وجود دارند که یکی از این مغاره ها گذشته از بازار کنونی اولیاتو در ابتدای قریه تنقل در دامنه چوغزار دیگری کنده شدند و احتمالاً محل بودوباش افراد عادی بوده و یا زندان بودند. در ابتدای ناوه اولیاتو چوغه تخریب شده دیگری نیز وجود دارد که در قسمتی از آن نقش کندکاری شده تزئینی باقی مانده که شباهت زیادی به نقش های تزئینی امروزی در لباس های زنانه مردم هزاره دارد. بارشا در قریه زیتون اولیاتو واقع است و از سال 1327 خورشیدی خالی از سکن است. در گذشته در آن مردم محل زندگی می کردند. اکنون این غارها به نام یکی از باشندگان آنان مشهورند. این غارها متروکن و در حالت فرو ریختن و نابودی قرار دارند. نظر به این که قلعه کوه هود و قلعه کوه شار در حوالی شار زایده تسلط کامل بر این مغاره ها و مغاره های شار زایده دارد، احتمالاً محل نگهبانی و دیدبانی برای محافظت از این مغاره ها بودند. شاید روزگاران زیادی نسل به نسل این مغاره ها محل سکونت مردمان زیادی بوده و جنب جوش فراوانی در این مغاره ها جریان داشته. قدامت تاریخی این مغاره ها احتمالاً به زمان های بسیار دوری می رسد، زمانی که مردم مغاره نشین بوده و ساختن خانه ها آشنایی نداشتند.
منطقه اولیاتو به دلیل داشتن درخت های اولیات به این نام مشهور است. بدون شک آثار تاریخی اولیاتو و آثار شبیه این در ولسوالی جاغوری جزی از کهنه‌ترین آثار تاریخی و نشان از جریان زندگی چندین هزار سال است. عبدالقادر فیاض یکی از باشنده های منطقه اولیاتو ملابسی تمغول. منطقه اولیاتو در حدود 500 خانوار اینجا زندگی میکنه. بله. برادر عزیز دارای 7 ملابسیه. بله. آره که عبارت از پایتنگیه. بله. میانه سادات حیدری و خونخیله. بله. ملابسی تمغوله، ملابسی زیتونه، ملابسی خوشیل ولوزار، ملابسی تورمه. تاریخش دقیق کسی نمیفهمه، خلاصه در حدودی تاریخ 5000 ساله قدامت داره، در می حدودا حدسی دیگه البته. بله. قبلا بعضی ها میگه که اینج شای وجود داشته بوده برادر عزیز و دردیم، یک جایی که به نام سر شار یاد میکنیم که به عقیده از مردم کسی به اسم فرود بچه سیاوش اینجا شانشایی داشته بوده، پادشاهی داشته بوده، حاکم اینجا بوده. بله. او مثلا او خیلی به او کوی روبرو واقع سر شهر اینجا همون جای نظامگاه پادگان از او اینجا بوده. درسته. آره به قول داستانی که شما شنیدین از پدر کرام. بله. شاید دقیق باشه شاید نباشه. درسته.